خانم آقای درود بر شما، علی جوانمردی هستم، میزبان شما در برنامه افق صدای آمریکا در سه شنبه 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور با نگاهی به پیامدهای لغو تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران. گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا تا ساعتی دیگر ادامه می‌یابد. قرار است پس از حفظ توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا فاز اجرایی توافق شروع بشه. لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در مقابل پذیرفتن شروط غرب برای فعالیت‌های هسته‌ای از سوی ایران بخشی از توافق هسته‌ای است. به باور بسیاری از کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث رکود اقتصاد کشور شده و تأثیر منفی بسزایی بر وضعیت زندگی مردم داشته. اکنون با نزدیک شدن به تعهد غرب برای لغو تحریم‌های ایران کم نیستند تعداد شهروندانی که معتقدند مشکلات اقتصادی اونها همه ناشی از تحریم هاست و با برداشتن این تحریم ها به زودی تحولی مهم در وضعیت معیشت مردم رخ میده. ولی تأثیر کوتاه مدت لغو تحریم ها میتونه انتظارات مردم برای بهبود شرایط زندگی رو برآورده بکنه؟ مردم ایران با لغو تحریم ها منتظر چه چیزی هستند و آثار لغو تحریم ها بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ در برنامه امشب افق به همین موضوع میپردازیم، یعنی پیامد لغو تحریم ها بر زندگی مردم ایران. در فیسبوک افق هم از شما پرسیده ایم با لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران چه تغییری در زندگی مردم رخ میدهد. همونطور که میبینید بیشتر کاربران به گزینه فرقی به حال مردم نمی کند رأی دادن، چون تحریم ها فقط بخشی از مشکلات اقتصادی مردم رو تشکیل می دهند. 84% از کاربران چنین نظری دارند و 16% هم گفتن که قیمت پایین میره، تورم کاهش پیدا می کنه و اوضاع اقتصادی مردم رو به بهبود می گذاره. شما هم میتونید در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت بکنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه نیز به فیسبوک افق سر بزنید. برای بحث امشب افق در خدمت سه اقتصاددان گرامی هستیم: دکتر سیامک شجاعی از نیوجرسی، دکتر فریبرز رئیس‌دانه از تهران و دکتر نادر حبیبی از بوستون. اجازه بدید اول به ایران بریم. در تهران آقای رئیس‌دانا، تأثیرات کوتاه مدت تحریم‌ها در ایران چیه؟ چون به نظر میرسه کم نیستن کسانی که منتظرند گشایشی معجزه آسا پس از لغو تحریم‌ها اتفاق بیفته. درود بر شما. همچنین درود بر شما، بفرمایید. سلام به مهمانان عزیز. عرض کنم که اون 84% که اونجا نشان دادید به نظر من اون واقعیه. آن مردمی هستن که با پوست و اعصاب و خونشون همه ی حقیقت اقتصادی رو دارن درک میکنن و تجربه 36 ساله از این افسانه سرایی های تئوری که بازارگرای نمیدونم سرمایه گذاری ها اینا رو دارن، این همه اینا رو دارن. این تورم به طور متوسط در 36 سال گذشته 23-24% بوده و دامن مردم رو هم رهانه میکنه. حداقل دستمزد خیلی کمتر از این بوده. الان 5.6 میلیون بیکار داریم و من گمان میکنم که اون مردمی که اینطور رأی میدن هم بیان کننده واقعیتی است که خودشون درک میکنن و هم بیان کننده ساخت سیاسی واقعی جامعه هست. اما نظر این جانب، چرا باید بعد از لغو تحریم ها اقتصاد ایران رو به بهبود بره؟ چرا قبل از لغو تحریم ها دولت حسن روحانی تمام قیمت ها رو برده بالا؟ بعد از لغو تحریم ها برای اینکه بیکاری از بین بره، من دارم از اختلال های اصلی اقتصادی صحبت میکنم، برای اینکه بیکاری از بین بره سرمایه گذاری باید بشه با فوت و معجزه و دعا و از این چیزها که رونق اقتصادی پایدار به وجود نمیاد، باید سرمایه گذاری بشه. این سرمایه گذاری چند منبع داره. یکی اون امید به اون 150 میلیارد دلار بود که بعداً معلوم شد هیچی توش نیست. ای اومد پایین و اومد پایین، الان میگن 6 7 میلیارد بیشتر نیست. یکی به اینه که اقتصاد در واقع چابک سازی بشه، یه اعاده اعتماد درش به وجود بیاد.
همین گذشته همین اعتماد در دوره‌هایی بود، نتیجه چی بوده؟ فرار سرمایه‌ها. برای پر از کانادا و امارات و اسپانیا و این طرف اون طرف سرمایه هاییست که رفتن، فسادی که همینطور ریشه داره و بین نمیره با چند تا حکم قضایی اینا که اتفاق افتاده که به این صورت از بین نمیره. بنابراین سرمایه ها وارد عرصه تولید نمیشن، اشتغالزا نیستند. اگر هم منابعی بیاد، عرض کردم دیگه، چاله هاش کنده شده. بله. و اما درآمد نفت میبینید که تا کنون تولید نفت 60% کاهش پیدا کرده بود و بهای نفت هم تقریبا به همین مقدار. به این ترتیب چه امیدی برای اینکه سرمایه موجود برای تزریق در داخل اقتصاد فراهم بیاد وجود داره؟ یعنی آقای رئیس دانش، بله، شما میگید که یعنی این خوش بینی تا حدی کاذب. پس اجازه بدید، پرسش زیادی مطرح هست در این زمینه، برمیگردم به شما. اما پیش از اون آقای دکتر سیامک شجاعی، شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید در کوتاه مدت چه تأثیراتی بر زندگی مردم در داخل ایران خواهد داشت؟ چون کم نیستن واقعا کسایی که همه منتظرن ببینن که بعد از لغو تحریم‌ها چه خواهد شد. هر یک به نوعی فکر میکنن که معیشت اونها دست کم رو به بهبود میگذاره. شما چه دیدگاهی دارید؟ من هم با عرض ارادت خدمت میهمانان دیگرتون، به خصوص جناب رئیس‌دانا در داخل کشور، باید خدمتتون عرض کنم که آقای رئیس‌دانا مسائلی رو مطرح فرمودن که من 100% باهاشون موافقم، چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت. جمهوری اسلامی یک ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی رو اونجا برقرار کرده که اولا سرتاپای این رژیم دچار فساد در سرزمینی که معاونان سابق ریاست جمهوریش در زندانن به جرم فساد، فرزند رئیس مجلس نمیدونم تشخیصش در زندانه و هر کجای مملکت که نگاه میکنید مرتب 3 میلیارد و 15 میلیارد و 700 میلیون و 88 میلیون دلار دارن میبرند و میخورند و غارت میکنن. این فساد نمیتونه اصلا فرصت بده که حتی با منابع سرشار اقتصادی هم که وارد مملکت بشه، اقتصاد به سمت تولید و به سمت یک توزیع عادلانه بره. یعنی در این چارچوب فساد یک عامل. عامل دیگه مسئله بی‌لیاقتی و همینطور گوش به فرمان خارجی بودن مسئولان اقتصادی کشوره، چه در زمانهای گذشته که از زمان رفسنجانی شروع شد و بعد خاتمی و آقای احمدی نژاد، اینها کاملا دستورالعمل‌های سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و همینطور بانک جهانی رو اجرا کردن، جایزه و بهبه و چهچه هم از اونها گرفتن. ما خون دل خوردیم در همین برنامه‌های صدای آمریکا، گفتیم که این قیمت حامل‌های انرژی رو بالا نبرید. حق بازی است که می‌گویید ما داریم سوبسید میدیم، سوبسیدی پرداخت نمیشه. چرا می‌خواید همه قیمت‌ها رو در داخل کشور به دلار تعیین بکنی بجز قیمت کار، بجز قیمت زحمت، بجز قیمت عرق ریختن رو که به ریال پرداخت می‌کنی؟ و در این شرایط به هیچ وجه نمیشه امیدی به بهبود وضعیت معیشت توده‌های مردم داشت. عامل سومی هم که مسئله تحریم هاست، من خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، تحریم‌ها به هیچ وجه ابطال نمیشن، تعدادی از اونها تعلیق و حالت تعلیق در میان و نتیجه اینم این قطعنامه 2231 و همین تسلیم نامه هم این است که ایران در یک حالت به اصطلاح پایدار بلا تکلیفی باقی میمونه. خطر سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از سابق در ایرانه و همینطور که جناب دکتر رئیس‌دانا فرمودن، تا سرمایه گذاری نشه امیدی به ایجاد شغل و بهبود وضعیت مردم نمیشه داشت. حتی در همین چارچوب فاسدی که اینها دارن احتیاج به سرمایه گذاری برای تولید بیشتره. بسیار خوب، اجازه بدید نظر آقای دکتر حبیبی رو هم بشنویم. آقای نادر حبیبی، شما چه دیدگاهی دارید؟ موافقید که در واقع مدیریت و ساختار اقتصادی کشور به نوعی هست که لغو تحریم‌ها نمیتونه تأثیر خاصی رو بر اون داشته باشه؟ این نکته هم بگم که فرض رو در این برنامه بر این گذاشتیم که روند تحریم ایران، تحریم اقتصادی ایران، روندی هست که رو به لغو تحریم‌ها داریم میریم، دست کم بعد از حفظ توافق هسته‌ای، نه همه تحریم‌ها ولی کم کم این تحریم‌ها به حالت تعلیق در میان یا لغو میشن. بله، بفرمایید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و میهمانان عزیز. من به اندازه دو میهمان دیگر بدبین نیستم، چون فکر میکنم که یه بله مشکلات زیادی وجود داره. اقتصاد کلن از یک سری مشکلات ساختاری رنج میبره، ولی لغو تحریم ها اگر فرض کنیم که لغو خواهند شد ظرف یک دو سال آینده، تأثیر مثبتی خواهد داشت. ممکنه خیلی زیاد نباشه، ولی در هر صورت درآمد نفتی ایران یه خودی بیشتر خواهد شد اگر فرض کنیم که قیمت ها بیشتر از این صعود نکنند. مقداری پول آزاد میشه، از اون مهمتر اجازه تجارت خارجی، این که بانک ها و شرکت های تولیدی قادر باشند از سیستم بانکی جهانی استفاده بکنند، خودش تأثیر مثبت خواهد داشت بر روی تجارت و تولید. ما شاهد بودیم که ظرف 3 سال گذشته به خاطر تحریم ها تولید کارخانجات، تولیدات صنعتی کاهش پیدا کرد و واقعا نمیشه اثر تحریم ها رو نادیده گرفت. بنابراین لغو تحریم ها و یا حتی کاهش اونها اثر مثبتی به جا خواهد گذاشت. بله، فساد وجود داره و داشته و مشاهده میکنیم که خود دولت هم داره سعی میکنه تا حدودی باهاش مبارزه بکنه. حالا تا چقدر موفقه جای سوال داره، ولی تلاشی برای مبارزه هست. همچنین یک برنامه اقتصادی هم دولت داره، بدون برنامه نیست. دولت سعی کرده اول تورم رو پایین بیاره و مشاهده کردیم که تورم پایین آمده. اگر مشکلات اقتصادی و بیکاری بالاست، هم به دلیل تحریم هاست و هم به دلیل اینکه میزان نقدینگی رو کنترل کردن، بنابراین به خاطر سود بهره بالا تولید با مشکل مواجه شد. ولی بله، اعتقاد من اثر مثبت تحریم ها رو نمیشه نادیده گرفت، ولی اثرش محدود خواهد بود. اثرش محدود خواهد بود. آقای رئیس دانا، شما میگید که تا حد زیادی خوشبینی که در داخل ایران ایجاد شده کاذبه و دلایل خودتون رو هم گفتید، ولی چرا چنین انتظاراتی درست شده در بین مردم؟ چرا مردم منتظر هستن؟ نمیگم حالا یه معجزه، ولی به نوعی یک گشایش رو انتظار دارند، گشایش اقتصادی رو، تأثیر مثبت بر وضعیت معیشتی خودشون رو در پیامده لغو تحریما. ببینید عزیز من، مردم یعنی چی؟ همین الان خودتون نمایش دادید اونجا که 84% مردم بدبینن، بعد میفرمایید مردم خوشبینن. از کجا اومده خوشبینی؟ مردم اینطور فکر نمیکنن. عرض کنم آقای رئیس دانا، البته نظرسنجی که روی صفحه فیسبوک افق هست، نظرسنجی اینترنتیه و ما اون رو فرض بر این نمیگیریم که همه مردم اینجوری فکر میکنن. سوالی هم که من میپرسم، سوال کسایی هست که برخلاف نظر شما این دست کم اینطوری فکر میکنن که ممکنه در پیامد رفع تحریم ها وضعیت زندگیشون خوب بشه. یعنی اگر رشد درآمد نفتی به نوعی باعث این بشه که ایران درآمد بیشتری داشته باشه، فکر نمی کنید قیمت ها کاهش پیدا میکنه؟ فکر نمی کنید اشتغال زایی ایران... تا حد زیادی میتونه معضل بیکاری رو برش تأثیر بذاره؟ یعنی هیچ تأثیری نخواهد داشت؟ ببینید، هیچ تأثیری که همین الان اون مثال معروف رو شنیدی، گفت اگر در تایلند یه پروانه ای پر بزنه ممکنه در کانادا اوضاع جوی عوض شه. از این گونه تاثیرهای انتظایی که ما کاری نداریم باهاش. من با 5.6 میلیون بیکار فقیر سر و کار دارم. من با فقر و گرفتاری کفاف کی دهد این باده ها به بستی اونها؟ من دارم این عرض میکنم برای اینکه مکانیزم رو بسنجیم. اون کسانی که از من میپرسن و فکر میکنن دارن من میپرسن، قبلا فکرشونو کردن. من اینو میخوام عرض بکنم خدمتتون که این منابع باید بیاد در داخل اقتصاد. این آبی که میندازیم به مزرعه باید تمام مزرعه رو سیراب کنه تا نخود لوبیا سبز بشه اونجا. اگه همش بره زیر زمین همونجا، اگر بره تو مزرعه ارباب، تأثیری نداره. اقتصاد یه علم انتزاعی دور از واقعیت نیست، علم زندگی مردمه. این منابعی که آزاد میشه قبلا چاهای ویلش کنده شده. من این عرض میکنم این منابع نمیاد تو مویرک های اقتصادی که چابک سازی بکنه اقتصادو. یعنی به نوعی شما میگید مدیریت و اصلاح ساختار اقتصادی مهمتر هست از لغو تحریم ها، یعنی اثرگذارتر هست بر معیشت مردم؟ تا یعنی چه اصلاحی باید در ساختار اقتصادی ایران بشه که دست کم دست به دست لغو تحریم ها بدن وضعیت رو بهتر بکنن؟ اجازه بدید که به شما عرض بکنم.
باید نظام توزیع، نظام تولید عادلانه و دموکراتیک بشه. باید بتوانند اقتصاددانان دیگر، دیگر اندیشان، نمایندگان مردم باید بتوانند درباره آینده اقتصاد تصمیم بگیرند. اقتصاد فقط علم نخبگان و رده های بالای جامعه نیست، این مردم نیازهایی دارن. شما فرض بفرمایید که منابع بیاد که نمیاد. من خدمتون الان محاسبهشو گفتم دیگه، 150 میلیارد دلار پر زد رفت، دور شد رفت به هوا، آمد این بر سر قیمت نفتم که اینطور شده. حالا فرض بفرمایید در اقتصادی که 140 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، حالا درآمد ارزیش از 25 برسه به 37. این تأثیره، اما واقعا گمراه کردن اذهان مردمه که بگیم مثبت و تموم. بعد ممکنه یه تأثیر مثبتی در میان یه لایه اجتماعی مرفه داشته باشه، ولی ما داریم از کلیت و تمامیت اقتصاد صحبت میکنیم، اون تأثیر اندکه. من عرضم این هستش که فرض بفرمایید منابعی آزاد بشه بیاد در داخل، خب این منابع که صرف نیازهای اجتماعی از جمله اشتغال نمیشه، این منابع میره به ساز بفروشی، این منابع دوباره فرار میکنه. پس ساختار اقتصاد، ساختار قدرت اقتصادی باید دچار دگرگونی بشه و این دگرگونی دیگر نمیشود، دیگر جواب نمیدهد که از بالا صورت بگیرد. نخبگان و اقتصاددانان و اینها بنشینن به جای حقوق مردم صحبت کنن. این دگرگونی میباید توسط خود مردم و در انتقال قدرت به مردم و در دموکراتیزه شدن روابط اجتماعی و اقتصادی صورت بگیره. علم اقتصاد به تنهایی معجزه در این زمینه نمیتواند. بسیار خوب. آقای دکتر شجاعی، شما چه دیدگاهی دارید؟ یعنی اگر صحبت‌های آقای رئیس‌دانا نظام تولید عادلانه و دموکراتیک نشه، تا اون زمان تأثیر اساسی بر معیشت مردم نخواهد داشت. یعنی این فراتر از اصلاح ساختار اقتصادی است، امکان پذیر هست در چنین شرایطی؟ یعنی با این حساب چه انتظاری میشه داشت از لغو تحریم‌ها؟ بله، ببینید این مسائلی که بنده عرض کردم که آقای رئیس‌دانا هم اشاره فرمودن، اینها بدبینی نیست، اینها به واقعیت‌ها با یک چشمی فراتر از اون الگوهایی که ما در این کتاب‌های درسی اقتصادی یاد گرفتیم نگاه کردنه. واقعیت اینجاست که آقای روحانی قبل از این امضای تسلیم‌نامه مردم رو خوشبین کرده بود که هم چرخ زندگیتون می‌گرده و هم چرخ سانترفیوژها. بعد از این که این رو به اصطلاح پذیرفتن، بلافاصله شروع کردن که سطح توقعات مردم رو پایین بیارن. اما از همه اینها که بگذریم، اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران که حالا در موردش قلوب هم میشه، شما اگر 100 میلیارد دلار پول نفتی رو که مثلا در خارج بوده که حالا میگن 5 میلیارد بیشتر نیست، بیارید وارد اینجا بکنید، یعنی به اندازه 25% بلافاصله حجم اقتصاد رو افزایش دادید و میتونن برن الکی به تحمیق مردم مشغول بشن و بگن که بله ما یه رشد حتی 25% هم داشتیم، و از طرف دیگه هم بیان و بگن که ما تورم رو از 40% آوردیم به 20% رسوندیم در مملکتی که الان نزول بالای 25%. یعنی تعدادی در اون مملکت هستن که هیچ چیز تولید نمی کنن، فقط میرن از طریق این بانک های پول میگیرن، از این بانک میبرن یه بانک دیگه میگذارن و 25% میگیرند و پرخوری و مفتخوری میکنن، که این همون ساختاری است که من بارها بهش اشاره کردم و مسلماً آقای رئیس‌دانا هم اشاراتی در همین زمینه داشتن. با این ساختار حتی در قالب تئوری‌های نئوکلاسیک که به اصطلاح معمول در جهان سرمایه‌داری و صنعتی امروز، نمیشه اقتصاد ایران رو به جایی برد که مردم زندگیشون سر و سامان پیدا کنه. اونهایی که خوشبین هستند و اونهایی که ریختن در خیابان و رقصیدن در همین برنامه های جناب عالی بود یا یه صدای فارسی زبان دیگری باشون مصاحبه میکردن در تهران و اینها ازشون میپرسیدن حالا که تحریم داره از بین میره شما میخواید چیکار کنید؟ یکی میگه میخوام دلار رو ارزون بگیرم برم همسرم ببرم مسافرت، دیگری میگه اتومبیلم رو میخوام عوض کنم، اتومبیل شیکتر مدل خوب خارجی بخرم، اون یکی میگه میخوام برم خونه بخرم. یک نفر از این مصاحبه کنند شوندگان نیامد بگه که حالا که میخواد یک وجوهی وارد مملکت بشه، ما میریم کار و کسبی را میاندازیم، سرمایه گذاری میکنیم، 4 نفر رو استخدام میکنیم، بله، حقوقهای خوب میدیم و انتظار داریم که از این به بعد دولت حداقل حقوق همه رو با سطح تورم بالا ببره. هیچ کدوم راجب اینو صحبت نکردن. یعنی درست همون اقتصاد مصرفی غیر مولد که منتظرن پول تو جیبی از خارج برسه
بلافاصله خرجش بکنه و این نمیتونه به طور اصولی جناب جوانمردی مردم رو در کوتاه مدت که چه ارزم در دراز مدت که به هیچ وجه نمیتونه در دراز مدت به یک به اصطلاح آسایش اقتصادی برسونه. بسیار خب آقای حبیبی، گفتید نمیشه اثر تحریم‌ها رو نادیده گرفت و باید خوشبین‌تر بود در این زمینه. اگر بخواید نمره بدید چند درصد از اقتصاد ایران فکر می‌کنه بهبود پیدا می‌کنه بعد از در فاز بعد از لغو تحریم‌ها؟ من اینطوری بگم که سال 92 ما رشد منفی داشتیم، سال 93 تقریبا میشه گفت به صفر رسیده رشد و میشه پیش بینی کرد که اگر تحریم‌ها لغو بشه شاید امیدی باشه که حداقل یک رشد مثبتی در سال 94 یا 95 به دست بیاد. در سال 95 به صورت درصدی نمیشه گفت، ولی اجازه من چند تا مثال بزنم از تغییراتی که پیش خواهد آمد. یکیش این که الان ما در بسیاری از کارخانه‌ها ظرفیت خالی داریم که تا حدودی بعضی از دلایلی میشه اشاره کرد به این که مواد اولیه نمیاد، تحریم وجود داره و این مشکلات ایجاد خواهد کرد. و با لغو این صدای من رو دارید؟ بله بله صداتون رو داریم، بیاد بفهمید. با لغو تحریم ها حداقل واردات مواد اولیه کارخانه ها آسان خواهد شد. قدم بعدی اگر این پول وارد بشه و درآمدهای نفتی دولت خود بهبود پیدا بکنه، اگر امیدوار باشیم که دولت بتونه تصمیمات اقتصادی خوبی بگیره و اجرا بکنه، دولت مقداری از بدیهی‌هاش رو شاید به بخش خصوصی بپردازه، مقداری از بدیهی‌هاش رو به بانک‌ها بپردازه و این باعث بشه که نقدینگی برای افزایش کار و اشتغال ایجاد بشه. ما مشاهده کردیم که در دو ماه گذشته هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران آمدن. خب اینها که بدون مطالعه این کار نمی‌کنند. قبلا هم مثلا کشوری مثل فرانسه و یا کره و یا چین تجربه همکاری با ایران رو داشتند. اینها همه آماده هستند که دوباره فعالیت‌های تولیدی خودشون در ایران اضافه بکنه. این خودش یک اثری خواهد داشت. شکی نیست که مشکلات اقتصاد سیاسی و مشکلات سیاسی و فساد در ایران یک مشکل مهم و اساسی است، ولی در کنار اونها وجود منابع و بهبود روابط خارجی و لغو تحریم ها خودش یک تأثیر مثبتی در خیلی از قسمت های مختلف خواهد داشت. بسیار خوب. بله آقای رئیس دانا، آقای حبیبی صحبتاش رو شنید، ورود مواد اولیه کارخونه های تولیدی رو میشه گفت وضعیتشون رو بهتر میکنه، کار و اشتغال بهتر میشه، بهبود روابط خارجی و سرمایه گذاری های خارجی در داخل ایران هم این رو هم در پی خواهد داشت. شما خودتون ایران هستید، فکر میکنید چقدر این تحلیل درست هست که دست کم با لغو تحریم ها روند منفی که در ایران وجود داشت متوقف میشه، رشد منفی اقتصادی متوقف میشه و روند دیگری خواهد بود اگه نگیم جهش اقتصادی اتفاق خواهد افتاد؟ بله ببینید، این روند تحریم ها که وضعیت اقتصادی ایران رو اونطوری پایین آورد عبارت از یه بیانیه یه حقوقی نبود، یه عمل واقعی، یک پدیده عینی در خود اقتصاد بود، یعنی قطع شدن منابع، یعنی اینکه سیستم بانکی هم کار نکرد، فروش انجام نشد، صنایع پتروشیمیایی نتونستن کارشون انجام بدن، قیمت نفت هم این وسطه یه دفعه اونطوری شد. پس یه پدیده عینی بود، نه یه پدیده حقوقی، یه پدیده قراردادی، خود واقعیت بود. الان این واقعیت دگرگون نشده. من عرضم اینه، یعنی اینکه نشانه ای از اینکه درآمد نفت بالا بره وجود نداره، نشانه ای از اینکه تحریم ها همه یک جانبه به این بره وجود نداره. فرمایش جناب آقای دکتر استاد ارجمند این است که با اون اگر و مگرها قاطیه. خب اون پیش فرضا رو منم سالها توی کلاس درسم ناگزیر شده، اقتصاد نو کلاسیکی درس بدم. اگر چنین بشود تقاضا میرود بالا، بعد منعکس میشود به عرضه و عرض همه خوب میشه، ولی نشده. واقعیت اینه که اگر و مگرها که اتفاق داره نمیفته. پول لازمه، درآمدهای ارزی لازمه. این الان وضعیت درآمدهای ارزی ماست. و اما اینی که ایشون میفرمان که حالا لزوما نمیخوام پاسخی به فرمایش ایشون بدم، ولی به طور کلی این که میفرمان که حالا سرمایه های خارجی دارن نگاهی به ایران میکنن، بله من میدونم روزی یک هواپیما میشینه در فرودگاه امام خمینی، یک هواپیما پر از
سرمایه گذاران و سیاستمداران و جستجوگران و بازاریابان. اینا فرمایش ایشون اینه که اینها آمدن چون رونق رو میبینن آمدن دیجا. نه، من اینطور فکر نمی کنم. اینها آمدن چون شرایط سیاسی آماده شده قراردادهای تحمیلی ببندند. من این رو به شما عرض میکنم، قرار نیست هر سرمایه گذاری خارجی لزوما حتما خوب باشه، همینطور که قرار نیست هر تعرفه اقتصادی، هر تعرفه گمرکی لزوما بد باشه. اگه اینطوری باشه، آقای رئیس دانا منظورتون چی هست از قراردادهای تحمیلی؟ از قراردادهای تحمیلی سرمایه های خارجی اینجا برای چی دارن میان؟ الان نمونه هایش رو که ما شناختیم، یکیش برای تولید خودروه. الان خودروسازی ایران یه بساط رو انداختن که ما خودرو نمیخریم. من گمان میکنم این از تو خود وزارت صنایع میاد بیرون، برای که از اون طرف بیاد سرمایه گذاری خارجی بیاد. ما اینجا داریم خفه میشیم زیر دود و آلودگی. این خودروسازی که اینا میخواد باز بخره و بفروشه و به اون 15-16% بالای جامعه، این لزوما با منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم سازگار نیست. حتی اگر اشتغال کوتاهی ایجاد بکنه، میزنه دخل اشتغال در جاهای دیگه به این میبره. من عرضم این است که وقتی که شهر بی ترحمه، وقتی اقتصاد بی دفاعه، اون سرمایه گذاره که دارن میان برای بهره برداری هایی میان که به نفع اقتصاد ملی نیست. اجازه بدید این رو اینجا یادآوری بکنم. همین پریروز یکی از فعالان بسیار مؤثر سندیکاهای کارگری، شاروخ زمانی، در گوشه زندان به گونه ای جان سپرد. وقتی که این طرف مقابل اینجوری وضعش، ولی اتاق بازرگانی تو خود دولت نفوذ داره آشکارا و با قدرت داره کار میکنه، قرار نیست که ما اینطور فکر بکنیم که هر کاری پس ثروتمندان و قدرتمداران اقتصادی میکنن میتونه منافع اقتصادی مردم رو تامین کنه. یک اقتصاد دموکراتیک نیاز داره که گروه های اجتماعی دیگه هم درش حضور داشته باشن. آخه اقتصاد ایران دموکراتیک نیست. یک مسائلی که شما مطرح میکنید برای یک اقتصاد دموکراتیک و پویا هست که گفته خودتون. اقتصاد ایران دموکراتیک نیست که. ببینید، من وطنم رو اونطور میخوام. برای نجات اقتصاد ملی باید دموکراتیزاسیون رو طی بکنیم، نه اینکه از این حرفای انتزاعی بزنیم. اگر عرضه زیاد شود انشاءالله تولید میشود، قیمت میاد پایین. چه قیمت تورم رو زیر 20% ملت بیچاره ایران تجربه کرده؟ چه حداقل دستمزدها تونسته بالا بره که با تورم برابری بکنه؟ البته 2-3 سالی شده، بی‌انصافی نکنیم، 2-3-4 سالی زمان خاتمی اینطور شده، ولی دوام پیدا نکرده. بنابراین اگر اقتصاد رو عبارت از پیروزی سود و سرمایه میدونیم، خب بحث ما تمامه دیگه. برای این اقتصاد به سمت اون پیروزی داره حرکت میکنه. ولی اگر اقتصاد رو عبارت از علم خوشبختی و رفاه همه جانبه جامعه و تامین بلند مدت فرصت‌های توسعه می‌دانیم، به نظر من اینا به چشم نمی‌خوره، این اتفاقا داره نمی‌افته. بسیار خوب. آقای شجاعی، تحریم‌ها آسیب رسونده، دست کم این رو قبول دارید که به اقتصاد ایران هزینه تولید رو به شدت افزایش داده، تولید ناخالص ملی رو کاهش داده، تورم رو بالا برده و به طور کلی در نتیجه این تحریم‌ها قدرت خرید مردم پایین اومده. حالا صرف نظر از مسائلی که گفتید مرتبط هست با وضعیت سیاسی ایران، صرفاً اقتصادی، در زمینه اقتصادی، تحریم‌ها زمانی که رفته رفته لغو بشه تأثیر نمیگذاره که این روند دست کم، روند فعلی دست کم متوقف بشه؟ یعنی حتی چنین تأثیری هم بر جای نخواهد گذاشت؟ ببینید جناب جوانمردی، مسئله فقط رشد اقتصادی نیست. اقتصاد میتونه رشد بکنه و هیچی هم نصیب مردم عادی نشه. مسئله سرمایه گذاری هم با خطراتی که الان وجود داره تقریبا غیر ممکنه. و شما میفرمایید که مثلا تورم بالا رفته به خاطر تحریم ها. قبل از این تحریم ها هم تورم بالا بود. تورم 40% در زمان احمدی نژاد وقتی به وجود اومد که قیمت حامل های انرژی رو از آب گرفته و میدونم برق و گاز و گازوئیل و گاز همه رو به فرمان صندوق بین المللی پول بالا بردن. و اون مشخص هم بود که حتی در دورانی که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی در جیب اینها بوده، اینها نمیتونن با اون تقاضا برای ارز خارجی مقابله بکنن، چون بانکاشون مرتب داره پاپاسی جمهوری اسلامی رو
چاپ میکنه میده به دست ارباب جمعی همین رژیم، اینا هم میان توی بازار دلار 3500 تومان که هیچی 5000 تومان رو هم میخرن و میبرن. یعنی این ساختار یک ساختاری است که نمیتونید بگید مسئله فقط تحریمه. در زمان این جنگ 8 ساله مگر همون تحریم های نخست نبود؟ در زمان جنگ 8 ساله که همه چیز ایران نابود شده بود، ولی حداقل به هر حال زندگی میگذشت حتی در اون بحران. اما این چیزی که اینها به عنوان نمیدونم تعدیل اقتصادی و ساماندهی اقتصادی درست کردن، راه رو برای قطاع و طریقانی که وابسته به رژیم کاملا آماده کرده، هرچی هم که پول تزریق بشه دو مرتبه از اون مملکت خارج میشه. کدام سرمایه گذاری؟ مکدونالد میخواد بیاد در ایران سیب زمینی سرخ کرده به مردم ایران بفروشه، این سرمایه گذاری خارجی نیست. سرمایه اگر وارد ایران هم بشه این روزها، از این در وارد میشه، میخواد بلا فاصله از اون در خارج بشه با سودهای کلان. و اگر هم به عنوان مثلا سرمایه گذاری در نفت و گاز بیان وارد مملکت بشن، میخوان قراردادهای دراز مدتی رو امروز قفل بکنن و با توجه به بازار فعلی نفت و قیمتهای پایین، حتی در امریکا هم دارن تولید رو کاهش میدن، اینها به هیچ وجه ممکنه به تولید هم نرسه. لزومی نداره که شرکت نفت خارجی بیاد مثلا در پارس جنوبی سرمایه گذاری بکنه، همون گاز رو داره از طریق قطر مجانی میبره، کشور 250,000 نفری، درآمد سرانه 50,000 دلار در سال. واسه چی بیاد با ایران قرارداد ببنده که اون حوزه های مخزن های نمیدونم مشترک رو ایران مسیرش بشه؟ نیست همچین چیزی. و همینطور که آقای دایستانا هم فرمودن، ببینید این تمام این تکسبوک ها کتاب های اقتصادی رو حتی در امریکا هم بعد از این بحران اقتصادی 2007-2008 باید از اول نوشت. باید از اول ما در جلوی چشممون یک لابراتور عظیم اقتصادی داریم که قبل از 2007-2008 ندیده بودیم جای دیگه. در ایران یه چکیده دستی همچین مسائلی است و تورم رو فقط شما موقعی میتونی بالا پایین بیاری. نزول 25% رو چجوری باید از تو اقتصادت خارج بکنی؟ میخوای تورم پایین بیاری باید کلی تولید بکنی، میخوای تورم پایین بیاری باید حقوق همه مردم بیشتر شرایطی باشه که اینها بتوانن قدرت خریدی داشته باشن که اون چیزی که تولید شده رو نصیب خودشون بکنن، نه اینی که یک اندکی از مردم قدرت خرید سرسام‌آور داشته باشن و تولیدات محدود رو بیان با قیمت‌های سرسام‌آور نصیب خودشون بکنن بقیه گرسنه بمونن. این تورم محصول این دلار 3500 تومانیه. تورم محصول اینه که بانک های امروز جمهوری اسلامی روی سرمایه اولیهشون 30% سود میبرن، 25% نزول میدن، 30% هم خودشون سود میبرن. کدام تولید کننده است که بتونه وام 25% بگیره؟ و این چه بازدهی واقعی تولیدی در کشاورزی در هر کجای جهان هست که میتونه این همه نزول بده و باز هم کار ایجاد بکنه و تورم پایین بیاره؟ ایران رو تبدیل کردن به یک سقاخونه، تبدیلش کردن به این دیکای نمیدونم آشورا و تاسورا، پول برسه مثل خمس و زکات از خارج به صورت دلار، اینا هم خرجش بکنن. بسیار خب. آقای نادر حبیبی، شما فکر میکنید که میتونید پاسخ بدید به دیدگاه های آقای رئیس دانا؟ فکر میکنید که شرایط سیاسی به نوعی نیست که این تحلیلی که شما کردید، یعنی در نتیجه لغو تحریم ها کم رفته رفته رشد اقتصادی ایجاد میشه، شرایط اشتغال بهبود پیدا میکنه، کارخونه های تولیدی دوباره پویا میشن، فکر نمی کنید که به نوعی شرایطی که در داخل ایران هست به گفته آقای رئیس دانا اجازه نمیده که این معادله تحقق پیدا بکنه؟ ببینید صحبت ما راجع به مسیر پیشرفت اقتصادی ایران در دراز مدت نبود، صحبت این بود که لغو تحریم ها چه اثری خواهد داشت. و من گفتم که لغو تحریم ها اثر مثبتی داره و کلا این توافقی که به دست آمده، چون اگر به دست نمی آمد خب میبینیم که امریکا و یاران امریکا در منطقه میخواستن آسیب بیشتری به ایران بزنند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی. بله، تمام این مشکلاتی که گفتم وجود داره. اقتصاد ایران اقتصاد رقابتی نیست، جامعه ایران دموکراتیک نیست که همه بتونن به طور یکسان بر سیاست های دولت اثر داشته باشن. یک اقتصادی است که بهش میگیم کرونی کپیتالیزم یا اقتصاد رفاقتی. ولی در همین جامعه هم مطمئنن کسانی که در رأس حاکمیت هستن برای بقای حاکمیت علاقه مندن که میزان نارضایتی ها کاسته بشه و
می‌بینیم که واقعا بحث‌های زیادی هم در رابطه با مسائل اقتصادی و سیاست‌ها در داخل حکومت، در داخل مجلس مطرح هست، نظرات مختلفی مطرح هست. کاملا درسته که نظرات بازاری لزوماً کار نمی‌کنه، ولی هدف این نیست که ما صرفا نسخه IMF رو اجرا بکنیم. واقعیت اینه که شما میتونید از سرمایه خارجی دعوت بکنید، ولی کنترلش بکنید در مسیر خوب. آقای رئیس‌دانا ادعا میکنند که دولت ایران ظرفیت این کار رو نداره، ولی بودن جوامعی که دموکراتیک نبودند اما صرفا به خاطر اراده حاکمیت موفق شدن اقتصادشون رو شکوفا بکنن. چین یک جامعه دموکراتیک نیست، کره جنوبی نیست. در یک مرحله کشورها میتونن در مسیر رشد مثبت اقتصادی حرکت بکنن اگر ساختار سیاسی بخواد واقعا و موفق بشه نیروها رو به اون طرف هدایت بکنه، و البته صد البته حرکت به سوی احترام به حقوق بشر و تبدیل به یک جامعه دموکراتیک به نفع ما خواهد بود و همه خواهان این هستیم. ولی واقعیت قدرت سیاسی اون چیزی که امروز هست، و اگر صرفا بخوایم همه چیز رو به تعویق بیاندازیم تا وقتی که ساختار سیاسی درست بشه، خب باید پرسید کی و چگونه، و اون یک تحلیل دیگه است، جاش اینجا نیست. الان باید بیشتر راجع به اقتصاد و واقعیت این که اون کسانی که قدرت اقتصادی رو در دست دارن چطوری عمل خواهند کرد صحبت بکنیم. خب در همین حدی که شما گفتید، شما چه صحبتی دارید برای کسایی که منتظر هستند که بعد از تحریم ها وضعیت تغییر بکنه؟ دیدگاه شما چیه؟ فکر میکنید این تغییر در چه حد و حدودی خواهد بود؟ از کردم به صورت محدود، چون مشکلات ساختاری پا برجاست. الان ما یک رکود شدیدی رو در ایران داریم تجربه میکنیم که بهش اشاره شد. قسمتی از اون به خاطر سیاست خود دولت هست برای کاهش تورم، و الان هم مراکز مختلفی و کارشناسان مختلفی دارن توصیه میکنن که بهتر حرکت بکنیم به سوی افزایش فعالیت اقتصادی و اینقدر نقدینگی رو محدود نکنیم. ولی مسئله که مطرح کردید، گفتید عملکرد ایران هم مهم هست، اگر ایران این اقدامات رو انجام بده به نوعی میتونه کمک بکنه به وضعیت. عملکرد ایران در چه، ممکن توضیح بدید در چه زمینی؟ یعنی ایران بعد از توافق در زمینه اقتصادی چی کار باید بکنه که روندی رو که شما گفتید اتفاق بیفته؟ من فهم کنم مبارزه جدی با فساد خیلی خیلی مهم هست. همین مشکلات روابطی که بهش اشاره شد، در اون مورد اگر واقعا قدم مثبتی برداران مهمه. یک سیاست خارجی متعادل که بیشتر از این تنش ایجاد نکنه خیلی مهم هست، برای اینکه همونطوری که اشاره کردن تمام این تحریم هایی که لغو میشه به طور موقت هست و هر لحظه ممکنه برگرده، و ما واقعا باید در خاورمیانه و در روابطمون با کشورهای دیگه یک مقدار تعادل رو در نظر بگیریم. کمک مثبتی خواهد، یعنی کوتاه بگید این لغو تحریم ها چه فرصت هایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده برای اینکه بتونه ساختار اقتصادی رو، حالا نمیگم ریشه‌ای، ولی بتونه تا حدی بهتر بکنه، بتونه کاری بکنه که وضعیت مردم، معیشت مردم تا اندکی هم شده بهتر بشه؟ ببینید، همین که بالاخره کارخانه ها راه بیفتن، فعالیتی باشه، برخلاف میهمانان عزیزی که معتقدن هیچ اقدامی خواهد شد و تمام این پول هیکومیل خواهد شد، من فکر میکنم یک مقداری در بر روی تولید اثر مثبت خواهد داشت و هنوز نیومده. الان ما داریم راجع به آینده صحبت میکنیم، چون تازه لغو تحریم ها فکر میکنم تا 6 ماه دیگه حتی شروع نشه و اون موقع است که اثرش رو خواهیم دید. و فرض بفرمایید در رابطه با تولید داخل، همین که بتونن تا حدودی موانع مشکلاتی که وجود داره کاهش بدن که کاملا هم شناسایی شده هست و خودشون بهش اشاره میکنن، میتونه نقش مثبتی داشته باشه. بله، تا الان که انرژی دولت صرف همین مسئله تحریم شده، تو ببینیم در آینده میتونن به مسئله داخلی بپردازن. بسیار خوب. آقای رئیس دانا، میدونم من شما رو در ایران بارها اذیت کردن به خاطر اینکه دیدگاهاتون صریح هست و انتقادی. میخواستم ازتون امیدوارم مسئله پیش نیاد این بار برای شما. میخواستم این رو ازتون بپرسم، اگر شما در قدرت دستی داشتید در مسئله اقتصادی کشور،
چون منتقد هستید نسبت به ساختاری که در حال حاضر هست و خوشبین نیستید نسبت به لغو تحریم ها که تأثیر مثبت آنچنانی بر زندگی مردم بگذاره، اگر خود شما در رأس قدرت اقتصادی کشور بودید ساختار رو چه تغییری میدادید، چه اقداماتی میکردید برای بهبود شرایط، برای تغییر وضعیتی که خودتون منتقد اون هستید؟ بله، عرض کنم خدمتتون که از همدلیتون سپاسگزارم. من در وطنم آزار زیاد دیدم، ولی نه به اندازه آزارهایی که از اون سو به ما وارد میشه. این یک. دومی که به این رفتار شما میگن تعادل، وقتی که دو نفر نظر دیگری میدن به اون یه نفر دیگه انقدر وقت میدید که به اون یکی برابر بشه، در حالی که قرار بوده که وقتا برابر توزیع بشه. ببینید از همین آقای رئیس‌دانا بعد از برنامه پوزش میخوام یه پرانتز کوچیک، بعد از برنامه حتما ببینید وقتا رو در نظر بگیرید، وقت شما کمتر بود، من پوزش خواهی رسمی میکنم، مطمئن باشید کمتر نیست. من که بورژوا نیستم که پوزش بخوام، از این چیزا رو قبول بکنم. نه من خودم رو گفتم. بله برابریم دیگه، من و شما داریم. میخوام بگم که یه نوع تعادل جویی داریم، اینه که وقتی که صاحبان قدرت بازی رو میبازن یه جور دیگه ای بهشون فرصت بدیم که بازی رو دوباره ببرن. من میخوام بگم که اینا رو من خیلی خیلی تجربه داریم در ایران. بعدم من خودم آماده کردم برای پرداخت هزینه هایی که باید بدم. من الان به سیاست حسن روحانی و تیمش بسیار بدبینم. من فکر میکنم راهایی که اینا میرن، وقتی که وزیر صنایعش میگه هر خارجی بخواد سرمایه گذاری بیاد، هر چقدر خاک بخواد زمین بخواد بهش میپوشیم، من این رو من 1945 فلسطین یادم میاد. زمین فروشی نداریم، بذارید بقیه حرفشون رو بزنن. ببینید الان شما میگید چه تغییری در ساختار میدید. من یه دیکتاتور نیستم، من یه اقتصاددان مردمی ام. ولی خب شما میتونید طرح شما چه خواهد بود؟ منظور من تحمیل نیست آقای رئیس‌دانا. شما چیکار خواهید، چه پیشنهادی خواهید داد؟ اجازه بدید تغییری که من میدم اجازه میدم دیگران نظرشون رو بگن، نه اینکه نظرشون تو گوشه زندان بپوسه و ما اینجا صحبت کنیم. تغییری که من میدم دموکراتیزاسیونه، ابتدا جلب نظرهای مردم. 5.6 میلیون بیکار، این همه زنان بیکار شده، این همه جوانان، این همه اقتصاددانان دگراندیش، بذاریم اونا حرف بزنن. من که قرار نیست، نه من نظر خودم رو میدم. نظر من چیه؟ نظر من ریدیستریبیوشن ویت گروث، رشد تو هم با بازتوزیع درآمد و ثروت، این حداقل نظر منه. اگر نه به لحاظ ایدئولوژی که همه میدونن من چجوری فکر میکنم، یعنی امکان نداره در ایران بدون دست بردن در ساختار توزیع ثروت و درآمد ما بتوانیم از این مهلکه نجات پیدا کنیم، در حالی که من گمان میکنم نجات پیدا کردن از این مهلکه به طور اساسی نیازمند دگرگونی های ساختاری دیگری است که جای بحثش اینجا نیست. اما این حداقل خواسته است که من دارم عرض میکنم، اینه که نظارت دموکراتیک، حضور مردم، شما نگاه بکنید همین مجلسی که الان یه عده جمع شدن براش که بریم رأی بدیم، این مجلسی است که 2800 نماینده تا حالا دوش بوده، یک نفرش کارگر نبوده. الان میگه باید فوق لیسانس داشته باشی. 5.7 میلیون بیکار و 13.5 میلیون طبقه کارگر ما فوق لیسانس دارن، دکترا دارن. این نخبه گرایی ها باید بره کنار. به قدر کافی توده های مردم اقتصاددان، جامعه شناس، حقوقدان دارند، از جمله من حقیر، که دوچار نمیدونم پوپولیزم و یا بحث های انحرافی و خارج از خرد برنامه ریزی اقتصادی نشن. بسیار خب آقای رئیس‌دانا، ما می‌کنیم دموکراتیزاسیون اقتصاده تو همه ابعادش، حتی توی بعد تصاحب و تملک ثروت‌ها و اراضی و منابع طبیعی این کشور. بسیار خب گفتید این مسئله رو. برگردیم به بحثمون، چی دارید به مردمی بگید که حالا شما رو میشنون؟ انتظارشون چقدر باشه؟ چقدر انتظارشون کاذبه و چه دیدی داشته باشن از عواقب لغو روند تحریم‌ها؟ نه همه، منظورم تعلیق و این روندی است که شروع شده. بله، من به این مردم توصیه میکنم بیشتر از این به خواب و خیال و امیدهای آینده، به جادوگری‌هایی که قرار اتفاق بیفته دل نبندن. باید روی حرکت خودشون حساب بکنن. تشکل، درخواست، فشار برای تغییر اوضاع. این خواستم. بله بسیار خب. آقای دکتر شجاعی، خیلی ها میگن که این مسئله لغو تحریم ها و جاری شدن حالا مشخص نیست 7 میلیارد 120 150
ارقام قطعی هنوز گفته نشده، ولی پول به ایران یا رشد درآمد نفتی ایران، این رو باید مثل یک کاشتن نهالی در نظر گرفت که در سالهای بعد ثمره خواهد داد. شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید دست کم در بلند مدت هم باعث گشایشی نخواهد شد، وضعیت رو تغییر نخواهد داد؟ بله جناب جوانمردی، 700 میلیارد دلار درآمد نفتی قبل از دو سال گذشته در اختیار جمهوری اسلامی بود. ما در کوتاه مدت که هیچی ندیدیم، چه برسه به دراز مدت. ساختاری که وجود داره به هیچ وجه نمیتونه نهال در ایران بکاره، نهال چپاول و غارت و ظلم و ستم اقتصادی. حد اگر چیزی که ما نیاز داریم اینه که از جمهوری اسلامی خلعیت بشه، و اگر اون نشود حداقل به یک انقلاب اقتصادی ما نیازمند هستیم. با این حرفا و با این نمیدونم فرمولایی که برای همه یه نسخه بپیچید نمیشه به این مسائل پرداخت. ما در سرزمینی الان مردم ما زندگی میکنند که در اونجا یک مشت هزار فامیل که چه عرض کنم شاید شده 400 فامیل، اونها بر همه امورات اقتصادی مملکت مسلط شدن، انحصارات در دستشونه، واردات و فقط و فقط پول نفتم که وارد بشه آخر سر از دبی و از نمیدونم اورنج کانتی کالیفرنیا و از جنوب فرانسه سر در میاره به شکل ویلاهای مجلل برای وابستگان به رژیم. این رژیم نمیتونه عامل خوشبختی و سعادت اقتصادی مردم باشه، حتی اگر اینکه بیان بهترین کارشناسان اقتصادی نمیدونم خارجی و داخلی رو جمع بکنن، راه حلی نیست، نیازمند به یک انقلاب اقتصادی است. بله بسیار خب. آقای حبیبی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در بلند مدت هم نمیشه امیدی داشت که لغو تحریم ها وضعیت اقتصادی رو تغییر بده و نهایتاً تأثیری بر وضعیت معیشت مردم ایران داشته باشه؟ ببینید واقعا لغو تحریم ها چه حدودی من فکر میکنم تا 2 سال اثرش رو خواهد گذاشت. بعدش دیگه همه چیز بستگی به شرایط داخلی و سیاست گذاری دولت داره که مهمانان عزیز بهش اشاره کردن، و اون مشکلات ساختاری هست که اگر حل نشه همچنان مشکلات پا بر جا خواهد بود. ما از این سیکل ها زیاد دیدیم که یک مدتی تورم هست، بعد رکود میاد در ایران و سعی میکنند تغییرات اقتصادی ایجاد بکنند ولی نتیجه نمیده اونطوری که باید به خاطر همون مشکلات سیاسی. از جمله فرض بفرمایید برنامه خصوصی سازی که نزدیک به 20 سال قدمت داره ولی منجر به افزایش تولید نشد. بنابراین اون تغییرات ساختاری مهم هست که من موافقم که یک مقدار واقعا تحولات سیاسی و اجتماعی لازم هست تا گروه های مختلف بتوانند فشار لازم رو بر دولت بیارند تا به صورت کارا و در جهت خواسته مردم حرکت بکنند. بله بسیار خوب. آقای رئیس‌دانا، شما در صحبت‌های قبلیتون گفتید که منتقد هستید از سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی. هستن کارشناسانی که برخلاف این نظری شما میگن که دولت آقای روحانی باعث شد که روندی که در دولت آقای احمدی نژاد شروع شده بود این روند متوقف بشه، مسیر اقتصادی ایران حالا نه خیلی خوب ولی بهتر بشه. شما چه انتقادی دارید از برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی؟ بله خیلی متشکرم که این سوال کردید. کسر می آوردم اگر این فرمایش نمی کردید. ببینید سیاست حسن روحانی پدیده‌ای کاملا جدا بافته و جدا ساخته از سیاست احمدی نژاد نیست، همه وابسته به یک نظام مشخصه. وجوه مشترک این دو انقدر هست که این نگرانی برای من ایجاد بکنه که اگر آقای حسن روحانی مثلا در مورد توافق هسته‌ای خلاف جریان احمدی نژاد و آقای شیبو جلیلی اینا حرکت کرده، این نگران رو برای من ایجاد بکنی که از کجا معلومه که فردا خودتون این اشتباه رو نکنید، برای که آبشخور سیاسیتون و ایدئولوژیکتون از یه جاست. من از کجا بدونم شما این اشتباه رو نمی‌کنید؟ برای که خود شما در تصمیم گیری های گذشته نقش داشتید، عضو شورای امنیت ملی بودید. بنابراین آنچه که من دارم میگم فقط بدبینی و غر زدن نیست، عبارت از این است که خیلی خوب الان مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، فرمایش پرسش شما نبود ولی اگه اجازه بدید اینو به عنوان مثال عرض میکنم که خیلی خوب آمدیم و این توافق هسته‌ای نتایجی داشت. خب من نتایج اقتصادی چی گفتم؟ نتایج اقتصادی نداره ولی یه نتیجه داره، من اونو تایید میکنم و نوشتم، و اونی که سایه جنگ رو از سر وطن ما دور کرد.
اما اگر این نتیجه هست، ما مدیون دو نفریم، یکی خود پرزیدنت اوباما هست، یکی آیت الله خامنه ای در کشور. مگه اصلا روحانی میتونست بدون این جریان حرکت کنه؟ هر دوی مورد هم ناشی از تضادهایی بود که بروز کرد. تحریم ها فقط دخل مردم ها نیاورد، خود صاحبان قدرت اقتصادی رو هم به گرفتاری کشوند. تو خودشون اختلاف افتاده بود، چنگ و دندان میکشیدن برای هم دیگه. توی آمریکا هم اینجوریست، منتها من چون آمریکا نیستم و اونجا رادیوی رسمی آمریکاست، من دخالتی نمی کنم، ولی اونجا هم دیدیم که اختلاف های سیاسی بسیار جدی بود و آقای اوباما فکر میکرد که از این طریق میتونه بر شکاف و اختلاف فائق بیاد، که به گمان من، به گمان من فریبرز ریستانا، این کار آقای اوباما قابل احترامه، تا آنجا که به دور کردن جغد زنگ از فراز ویرانه های وطن ما منجر شده. خیلی خوب، حالا این اتفاق افتاده. شما یه عده به من میگن که همین که این آقای روحانی که خودش در کل جریان این نظام دخالت داشته، حالا آمده تغییر روش داده، این کار رو میکنه و تغییر مسیر داده، حالا شما بیا تا قیامت و تا بعد جهان هی به این رأی بده و این تمجید کن. نه آقا بسته دیگه. من میگم که یه اتفاقی افتاد، یه کاری کردی هم از آقای اوباما و هم از آیت الله خامنه ای در داخل کشور، اونا بودن تصمیم گرفتن اگه جغد جنگ دور شده تشکر میکنیم. بسیار خوب. بعد چی؟ شما نمیتونی بعدش این مدیریت رو ادامه بدی، چون شما مسئول همه این گرفتاری ها بودی. بسیار خوب، اجازه بدی فرصت رو، فرصت کوتاه باقی مونده رو به دکتر شجاعی بدیم. خواهش میکنم آقای دکتر شجاعی، خیلی کوتاه بگید. سعید لیلاز گفتن که ایشون هم کارشناس مسائل اقتصادی هستن، میشناسید حتما، 2 میلیارد دلار، تنها 2 میلیارد دلار افزایش درآمد ارزی به مفهوم 50% آورده ارزی بیشتره و افزایش 50% قدرت خرید ارزی در دولت هم حتما اثر روشنی روی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد داشت. تحلیل کردند که دست کم باعث کاهش قیمت ها میشن، اگر نگیم تحول خیلی عمیق ایجاد خواهد کرد. فکر نمی کنید همین مقدار مثبت هم بهتر از هیچیه؟ من که عرض کردم خدمتتون، عرض که وارد مملکت بشه میگن رشد اقتصادی فراوان بوده. این فرمایش آقای لیلاز یک پای اساس علمی اقتصادی نداره. ایشون مجلس‌گویی آقای روحانی رو میکنه و منم ایشون اصلا به عنوان اقتصاددان قبول ندارم. فقط اینو خدمتتون عرض کنم. بله، شما همین الان یه دفعه 50 میلیارد دلار پول بیاری وارد مملکت بکنی، بعدم بریزید بخشش بکنی، اینه اینه که یه پول تو جیبی کلونی برید، مثلا تو جیبی یه عده‌ای که وابسته به رژیم هستن. روحانی برنامه اقتصادی نداشته و نداره. تنها کاری که کرده حجم پایه پول رو، یعنی پولی که دولت از بانک مرکزی میگرفته الکی، اون رو سعی کرده زیاد بالا نبره، بقیهش هیچ کار دیگری نکرده. بسیار خوب، سپاسگزارم. نادر حبیبی، فریبرز رئیس‌دانا و سیامک شجاعی، هر سه کارشناس و اقتصاددان که با برنامه افق بودید، همچنین از شما بینندگان گرامی که همراه این برنامه بودید. تا فردا شب و برنامه دیگر، بدرود.